به نام خدا. سلام به همه عزیزان، من محسن آهنی هستم، مربی کیک بوکسینگ و بوکس. دوستان جلسه گذشته تکنیک آپرکات رو بهتون آموزش دادم، بهتونم گفتم کار بکنید حالت سه شماره، اگر یادتون باشه گفتم سه شماره کار بکنید، که الان بریم جلسه بعدی، یعنی جلسه‌ای که من می‌خوام یه تکمیلش کنیم تکنیک آپرکات رو. پس امیدوارم تمرینش کرده باشین، تکرارش کرده باشین، همون سه شماره. خب من می‌خوام چند بار تکرارش بکنیم با هم دیگه، یه مروری بکنیم، بعد بریم مرحله بعدی. اگر یادتون باشه گفتم برای آپرکات ضربه زدن کافیه که متمایل بشین به اون سمتی که میخواین ضربه بزنید. شما اگر دست راست میخواین آپرکات بزنید باید متمایل بشین به سمت راستتون و وزنتون رو بندازین رو پای راستتون. اگر آپرکات چپ میخواین بزنین متمایل به چپ بشین، کافیه سرشونتون رو به اون سمت شما سوق بدید و از اون سمت ضربه بزنید، خیلی ضربتون کاری تر میشه و وزن رو بندازین رو پاتون. اگر من پای آپرکات چپ بخوام ضربه بزنم وزن رو میندازم رو پای چپم، دست راستم گفتم رو پای راست. یعنی هر سمتی هر جهتی که میخواین ضربه بزنین پس وزنتون رو اون سمت بندازین و با استفاده از چرخش بدن ضربتون رو بزنین. گفتم جوری بزنین که انگار که کل وزنتون کل نیروتون میاد زیر مشتتون. شما اگر چرخش کامل انجام بدید، این مجموعه چرخش از پا که ساق پا، رانتون، کمر، شونه و دست، خیلی ضربتون کاری تر، نفوذ اون ضربه آپرکاتتون خیلی بیشتر و قوی تر میشه. پس گفتم باید به این چرخش ها توجه داشته باشین، تکرارش بکنید تا بتونید این تکنیک ها به درستی یاد بگیرید. خب حالا هم حالت سه شماره، 5 بار من دست راست میزنم 5 بار دست چپ، بعد میریم مرحله بعدی که بهتون گفته بودم. با شمارش من همون سه شماره که گفتم، اول آپرکات راست میزنیم، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. پس قرار شد چرخش ها کامل باشه و مشتی که میزنین رو محور بدنتون باشه. خب آپرکات دست چپ من 5 بار انجام میدیم، شونه چپ میره به عقب، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. خب پس الان شد 3 شماره انجام داد. حالا 3 شماره رو ما میخواییم کمش کنیم بشه 2 شماره. پس اینجا رو دقت بکنیم، من گفتم آپرکاتی که میزنیم شمارش 1 این میشد دیگه، مقدار دست راست اگر من میخواستم ضربه بزنم متمایل به راست میشدم، شمارش 2 میومد پایین، 3 میرفت بالا. حالا شمارش 1 من همون حالت میام به سمت راست، شمارش 2 و 3 میشه 1، یعنی یه عدد اگر یه شماره کمش کردی این قسمته، 1 2. پس اگر اون 3 شماره رو کار نکرده باشی اینجا یکم سخت میشه، باید دقت بکنید، سعی کنید انجامش بدی. من گفتم تکرار باید بکنید، تکرار بکنید که مشکل پیدا نکنید مرحله بعدی که میخواییم بریم، چون دقیقا من دارم اینا رو مرحله به مرحله پیش میرم و اگر که همکاری نکنید با خودتون البته مشکل پیدا میکنید. ببینید 1 شماره 2 و 3 یکی میشه، 2 به آرومی، 1 2، 1 2، 1 از مسیر خارج میشیم، 2، 1 2، آروم باید انجام بدیم. دست چپ هم من توضیح بدم، اینم از پهلو بیستم، 1 دست چپ هم به همون صورت، 2، 1 2، 1 2. پس 3 شماره همون شد، 2 شماره، 1 از مسیر خارج میشیم به سمت چپ متمایل میشیم، شماره 2 و 3 مون یکی میشه. از همینجا دست
رها میشه به سمت لگن و به سمت بالا میاد. گفتم تو جلسه گذشتمون دست که میاد بغل استخون لگن از همینجا مش میاد به سمت ناف و به سمت چونه حریف. حدود صورت خودتون، حدود فک خودتون. یعنی شد 1 2. این قسمتشو توجه کنید، من دارم آروم انجام میدم. 1 شونه چپتون حتما بره عقب. 2 از همینجا میاد به سمت بالا. 1 2. 1 2. پشت سر هم نمیخواد بزنی، یعنی این ضربه رو بزنی جمع کن. فعلا پشت سر هم نزنید چون اشتباه میکنه، تکنیکتون خراب میشه. ضربه رو بزنید، زمانی که زدین جمع کنید روی گاردتون، یه مکس کوتاه دوباره بزنید، تکنیکو شروع بکنید. توضیحات منو شنیدی؟ شما هم میتونید الان با من بیستید انجامش بدید. من الان دست چپ رو اول شروع میکنیم با هم دیگه، با شمارش من انجام بدید به آرومی. روی گاردتون که ایستادین اسلیپ به سمت چپ. 1 دست رها میشه میاد به سمت استخون لگن، از همونجا میاد به سمت بالا. 2 دست رو جمع کن. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. تمامش چرخش شونه ها، چرخش کمر، تمامش، تمام تکنیک های دست، تمام تکنیک های پا. بخواید صحیح یاد بگیرید باید از محور بدن شونه ها کمک بگیرید که چرخش ها کار شد. دست درستم با من انجام بده. 1 2. 1 2. 1 2. باز داشتین دستتون زیاد نمیخواد بره پایین، حدود استخونه لگن بارد. 1 2. و بیاد مشتتون به سمت محور بدن و روبروی چانه خودتون، روبروی فک خودتون، فک حریف رو بزنید. 1 2. 1 2. مورد دیگه که گفتم ساعدتون زیاد باز یا زیاد جمع نباشه، حدود 90 درجه. 1 2. با استفاده از چرخش پا. 1 2. 1 2. من دوستان این مورد تو فکر میکنم چند جلسه اولم براتون توضیح دادم، بحث چرخش پاه. من اینو همیشه میگم در کلاسام، حتی برای همه گفتم من خود من تاکید میکنم کسی که میخواد تازه یاد بگیره برای تکنیک های ضربات دست عقبش، چه راست باشه، چه آپرکات، چه هوک باشه، چرخش پای عقب رو باید داشته باشه، چرخش پای راست پاشنه به سمت بیرون رو باید داشته باشه. ولی خود من دارم کار میکنم، ممکنه اینه نچرخونم. شاید طرف بگه خودش چون که حالا مثلا مربیه انجامش نمیده، قضیه چیه؟ من براتون توضیح دادم ولی باز هم میگم، چون شاید یک سری جدیدن دارن این ویدیو رو میبینن، براشون سوال شده باشه. ببینید، من این چرخش پاشنه پا رو میگم به خاطر اینکه چرخش کمر و لگن رو یاد بگیرید. مطمئنن اگر من بیام به دوستان بگم که به از تمام کسایی که تازه شروع کردن بگم چرخش کمر داشته باشین، نمیتونه، بلد نیست، براش تفهیم نمیشه که به چه صورته. بنابراین باید چرخش پا رو داشته باشه، یادش بگیره که انتقال نیرو از پا به کمر رو یاد بگیره. اون دوستانی که فایتر هستن، قهرمان، تکنیک خوبی دارن، مطمئنن همشون این مراحل رو گذروندن که رسیدن به مرحله ای که اونقدر از لحاظ بدنی عادت کردن و یاد گرفتن این تکنیک ها که لزومی نداره دیگه پاشون رو بچرخونن. مهم اون حرکت کوچیک و کوتاه شوک کمره. تمام تکنیک های دستی که نفر بخواد بزنه همش از محور بدنه، حرکات کوتاه. یعنی تمام فایترها رو تو مسابقاتشون نگاه بکنید، فایترهای حرفه‌ای خوب و خوش تکنیک ها نگاه بکنید، تمام ضرباتی که میزنن حرکات ریز و شوکدار از کمرشون دارن که نیرو رو منتقل میکنن به دست‌ها یا پاهاشون. پس اینو من گفتم شما توجه کن، شما باید این کار رو اول کار انجام بدید برای اینکه تکنیک رو درست و صحیح یاد بگیرید. پس
مقایسه نکنید خودتون رو لطفاً با دیگران، خودتون رو با خودتون مقایسه بکنید و اینکه اون چرخش رو سعی کنید انجام بدین که این تکنیک رو یاد بگیرید. وقتی یاد گرفتین، تسلط پیدا کردین، شما هم دیگه بحث اینه که میخواین سرعت دستتون زیاد بشه، دیگه این حرکتای پا را یه جورایی تا یه حدودی حذفش میکنید، یعنی حذف میشه، چون شما وقتی یاد گرفته باشین اون چرخشای کمر و شونه رو یاد گرفته باشین، دیگه پا را دیگه یه جورایی حذف میشه. پس نگران این قضیه نباشید، الان فعلا انجامش بدین تا این حرکات را یاد بگیرید. خب اگر دستکش دارید، دستکش دستتون بکنید تا این حرکت آپرکات را رو کیسه تمرین بکنید. اکثر دوستان حالا منزلشون یا اگر سالن هستن، اگر از این کیسه های آویز دارید، کیسه های بلند و کشیده دارید، روی این کیسه این حالتی که من میگم فعلا تمرین کنید، چون که حالا میخواییم که این ضربه رو تمرینیش انجام بدید. ببینید اگر من قرار شد آپرکات راست بزنم روبره کیسه، یه فاصله حدودا 40-50 سانتی بیستی، حالا این بنابرا اون فیزیک بدنتون، طول دستاتون هست و طول پا بیستین، فاصله رو خودتون تنظیم کنید، گاردتون بالا، به سمت راست که رفتین گفتم به سمت راست میریم، شمارش یک مکس میکنی، شمارش دو میخواین ضربه بزنین، از همینجا دست رو بزنین، ساعدتون رو بکشین، مشت اینطوری بکشین روی کیسه، جمع کنین. الان شاید تو این حالت خب میگین کجای کیسه ضربه بزنن، بله آپرکات تو این کیسه نمیشه زد، اصولا این کیسه های گلابی بزرگه که میشه آپرکات به حساب از پایینم باید بزنین، ولی اینجا فعلا برای یادگیری اولیه روی این کیسه ها بیست این کاری که میگم انجام بده. ضمن اینکه موقع که آپرکات ها میزنین ساعدتون منطبق بشه با محور بدنتون. یک دو این میشه. یک دو. یک دو. یه مقدار ضربه رو بزنین بکشین ساعد. حدود صورت رسید جمع کنین. یک دو. یک دو. یک دو. یک دو. دست چپ هم به همین صورت داک میکنید به سمت چپ یا اسلیپ به سمت چپ، از همین جا ضربه میزنید. یک دو. یک دو. یک دو. یک دو. یک دو. یک دو. پس این دو شماره یه باید انجامش بدین، تمرینش بکنی. اگر دو شماره رو دارید درست انجام میدید خیلی نزدیکیم به آپرکات با یه شماره، چون یه جورایی مرحله بعدی که الان میخوام بهتون بگم با یک شماره است. اینه الان من دوستان سریع میگم، مطابق شما تمرینش بکنید رو همین دو شماره، چند جلسه وقت بگذارید تمرینش بکنید، یا حداقل یک جلسه وقت بگذارید، یک ساعت تمرینش بکنید دو شماره، بعد میرید مرحله با یک شماره میخواین آپرکات بزنید. حالا آپرکات با یک شماره دیگه، شما الان وقتی به این مرحله رسیدین ضربه دومو دارید میزنید دیگه، یه جورایی میشه گفت 80% راه اومدین. حالا دیگه با یک شماره، یعنی من دیگه شمارش یک مکس نمی کنم، از همینجا ضربه رو میزنم. ببینید دقت کنید آروم من ضربه میزنم، چرخش رو توجه بکنید، یک، فقط آروم بزنید که اون تکنیک که تا حالا پیش اومدین، پیش رفتید، یاد گرفتید، این هم سعی کنید مثل همون یاد بگیرید و تسلط پیدا کنید، چون گفتم خیلی حساسیتش بالاست، تکنیک کاربردیه، باید خوب یاد بگیرید. یک دو سه چهار پنج، دست چپ، یک دو سه چهار پنج. پس اگر طبق اون ترتیبی که بهتون گفتم سه شماره بعد دو شماره، الان یه شماره هم میتونید انجام بدید، ولی گفتم این قسمتی که من الان سریع اومدم تکنیک آپرکات کاملش بهتون گفتم و زدم، باید یه مقدار تمرینش بکنید. حالا من به خاطر اینکه سریعتر پیش بریم، من حرکت رو سریع رفتیم تکنیک کامل بهتون گفتم. الان با من انجام بدید، روی گارد میستین، 10 تا آپرکات دست راست میزنین، 10 تا دست چپ، یک
دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. چرخشاتون دوستان کامل باشه. ده. دست چپ انجام میدین. یک دو سه چهار پنج شش. دقت کنید ساعدتون رو محور بدنتون بیاد. هفت هشت نه ده. خب حالا این آپرکات ها اگر که کیسه مثل این کیسه گلابی دارید تمرینش بکنید رو کیسه. من چند بار رو هم کیسه میزنم، البته این کیسه یکم باید بالاتر باشه، ولی فعلا من ضربه رو حالت پایین میزنم. فقط چرخش دستم رو توجه بکنید. ببینید چرخش های بدن باید کامل باشه. دست چپ حتی شده دوستان ضربت بزنین ردش بکنین یا دو سمت بالا، این بهتره فعلا برای یادگیری اولیه. ببینید ضربه هم که بخوایم زیر کیسه بزنیم باز به همین صورت میشه، ولی اینو گفتم برای یادگیری دستکشتون رو روی کیسه بکشید، ولی ضربه بخوایم پایین کیسه بزنی نمیشه. دوستان پس این آپرکات رو تمرینش بکنید، دو شماره رو تمرین کنین، تکرار کنین، بعد یه شماره رو حالت شادو تمرین بکنید، بعد یواش یواش با کیسه تمرین کنین. انجام بدید، فقط میگم عجله نکنید. ترکیبای دو تای سه تای فعلا نمیخواد، همون تکرارای تک و انجام بدین، بعد وقت بگذارید. تکرار باید بکنید که تسلط بیشتری پیدا بکنید. و لطفاً که عجله نکنید برای یادگیریش. همین حالتایی که من گفتم اگر وقت بگذارید و تمرین بکنید خیلی بهتر میتونید تو ذهنتون جا بیفته، ملکه ذهنتون بشه، تا بعد که میخوایم ترکیبای دو تای سه کار بکنیم بهتر پیش بره. خب یه قدم برمیگردیم به عقب. تکنیک فرانت کیک و پوش کیک رو من بهتون گفتم. این فرانت کیک بود، پا جمع میشد، ضربه زده میشد. ببینید که گفتم با استفاده از کمر این حالت میشد. بعد تکنیک پوش کیک که ما خیلی باش کار داریم توی مبارزه، که گفتم رونتون جمع میشه توی شکم سینه و با کف پا ضربه میزنیم به سینه حریف، برای پرتاب کردن حریف عقب، برای ضد حمله، برای استوب کردن حریفی که داره میاد به سمت من. ببینید داره میاد، یه لحظه بخوام استوبش کنم، برای اینجور مواقع استفاده میشه. حالا ترکیب چپ راست پوشکیکو من بهتون نگفته بودم، کار نکرده بودم، که گفتم الان چپ راست پوشکیکم باتون کار بکنم. ببینید همین حالت که ایستادین، این هم مثل همون نیکیک، تمام ترکیب های دست و پا باید مواظب باشین. موقعی که دارین ضربه دستتون رو زدین، پا رو میخواین بزنین، گاردتون رو رها نکنین، گاردتون بالا باشه. پوشکیک یا فرانت کیکم ببینید، چپ راست من دارم میزنم، دستم حدود صورت، چیزی که همیشه گفتم، گاردتون فراموش نشه، رهاش نکنید. همیشه تصور کنید حریفتون ممکنه ضد حمله به شما بزنه، پس بنابراین باید پیش بینی بکنید. این هم به همین صورته. شما چپ راست میزنید، یک دو سه، یک دو سه، اینو باید حالت
شادو تمرینش بکنید، تکرارش بکنید که تسلط و هماهنگی دست و پاتون بهتر و بیشتر بشه. یک، دو، سعی کنید با من انجام بدید. سه، چهار، از کمر کمک بگیرید. پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. حالا فرانت کیک یا پوش کیک پای جلو را جمع میکنید، رها میشه چپ راست که گفتم معمولا برای موقعی که حریفتون حمله میکنه. یک، دو، من وزنم داره میاد پایین، با استفاده از وزن خودم چپ راست رو حریف میزنم. سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. این تمرین میتونید که با کیسه تمرین بکنید، حریف تمرینی که یک نفر میت بگیره، یا میتونید روی بدن همدیگه بزنید، و یا اگر هیچ کدوم این موارد نبود گفتم حالت شادو مثل همینی که الان انجام دادیم بزنید. حالا روی کیسه چپ راست پوشکیک. برای اول کار ببینید، حالا شاید یه سری نتونن این کاری که من انجام بدم، اونه که تازه یاد گرفتن، که هم چپ راستشون رو بزنن هم پا رو جمع کنن ضربه رو بزنن. چرا؟ چون فاصله نزدیکه، شاید انعطاف یه سری پایین باشه که گفتم باید حرکات کششی تمرین انجام بدید که انعطاف پاهاتون بهتر بشه. یه سری حرکات رو من بهتون گفتم جلسات گذشته، ولی باید تکنیک های پاره مقدار وقت بگذارید، فرصت بشه براتون انجامش میدم که باز بهتر بتونید کار کنید. ببینید من الان این حالت ایستادم، میخوام چپ راست پوشیک بزنم، تو فاصله، فاصلم دوره از اینجا، چپ راست، این با استفاده از کمر دقت کنید، از فاصله دور چپ راست، که حالا مثلا یه مقدار حالت واقعی تر به خودم کار بکنه، حالت مسابقه داره کار میکنه، با کمر باید ضربه رو بزنی. شما برای شروع کار نمیخواد چپ راستتون رو به کیسه بزنید، برای اینکه فعلا تکنیک رو یاد بگیرید، فاصله دورتر بایستین، چپ راستتون حالت شادو بشه، بعد فرانکیک رو بزنید. روی کیسه که میخواین کار کنین، چپ راستتون رو حالت شادو با یه مقدار فاصله بیشتر چپ راست بزنید، بعد از همینجا پوشکیک یا فرانکیکتون رو به کیسه بزنید، پس فاصله تون بیشتر باشه. تا زمانی که تسلط بیشتر پیدا کردین، انعطافتون بیشتر شد، اون موقع میتونین برین نزدیکتر که هم چپ راست بزنید هم فرانکیکتون رو. پای جلو هم به همین صورت، پای جلو هم گفتم فاصلتون رو نزدیکتر کنید به حریف یا به کیسه، پا جمع بشه توی شکم و سینه و سپس باشه. یک، دو، که گفتم از کمر پای جلو رو گفتم زمانی که حریف بهتون حمله میکنه شما بخواید نگهش دارید، میخواید استاپش کنید یه لحظه و بعدش ضربتون رو بزنید. ببینید، یک، دو، سه، چپ راست. ببینید دوباره فرانکیک چپ راست. باید کار کنین، تکرارش بکنه. خسته نباشین دوستان، محسن آهانی هستم، از طریق اینستاگرام با من در ارتباط باشین، استفاده میکنم از نظرات شما. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.